Assalomu alaykum tamoshabin aziz. Ba tavajjuhi shumo barnomaи иттилоотии пайғом тақдим мегардад. Инак ба гузоришҳои мо таваҷҷӯҳ намоед. Бар асари боронгарии зиёд ва омадани сел, дар деҳаҳои Заврон ва Навободи ҷамоати деҳоти Лоиқшерарӣ ба заминҳои шаҳрвандон зиён расид. Бо мақсади сари вақт бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, дар деҳаи Навободи ҷамоати деҳоти Лоиқшерарӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ, ҷаласаи сайёри ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ баргузор гардид. Ба гузориши мо таваҷҷӯҳ намоед. صدای 23 اپریل سال روان در نتیجه بارون‌های پرشدت و پای در پای و دهه‌های زاورون بولا پایان قسمان نوابود جماعت دیهاتی به نام استاد لایق شیرعلی سیل کلان آمده قسمان با انشاءات گوناگون شهروندان زمین و باغات و منزل‌های آنها زیان رسانید نوارهایی که گروه اجرایی تلویزیون سیما در دهه‌های زاورون پایان و بالا برداشتند گواه بر آن است که واقعا این سیل از خود خرابی‌های زیادی هم به بار گذاشت مخصوصا به منزل‌های شهروندان سیلاب لایقه وارد گردیده همزمان بعضی منزل‌ها و زمین‌ها را شسته برد در نتیجه تحلیل‌ها و اندیشه‌های بعضی ساکنان معلوم گردید که نه همه منزل‌ها در این موضع‌ها و طلبات موثر جوابگوی بوده در راه سیل بنیاد گردیدند همزمان مردم شکایت بر آن داشتند که تا به حال نه همه این منزل‌هایشان با سندهای ضروری تأمین می‌باشد در جریان برقرارسازی و آموزش وضع تاثیر آفت‌های طبیعی کمیسیه شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی شهر پنجکین با ساکنان این دیهه‌ها صحبت و ملاقات‌ها انجام داده همزمان تاکید نموده که برای برطرف سازی عاقبت‌های این آفت طبیعی از طرف مقامات دخدار و ساختارهای مربوطه تدبیرهای فوری اندیشیده خواهد شد. بیگاه 24 اپریل سال روان در تالار خانه فرهنگ دیهه نواباد جلسه سیاری کمیسیه حدودی حالتهای فوق‌العاده و مدافعی گرجدنی تحت رهبری رئیس شهر رئیس کمیسیه حدودی عبدالخالق خالقزاده برگزار گردید. رئیس شهر بار دیگر اظهار نمود که یگانه امکانات هایی که ما امروز داریم پیش از همه سری وقت برقرار نمودن عاقبت های آفت طبیعی و کمک رسانیدن و خانواده هایی که از همه بیشتر زیان دیدند. درباره حجم ضررهای رسیده و کارهای انجام داده شده سردار شعبه کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی شهر پنجکین مطرب شاهنظروف گزارشی مفصل داد. در جلسه سیار ساکنان دهه های نواباد، زاورون پایان و زاورون بالا نیز به سخن برآمده پیرامون بعضی مشکلات جای داشته اندیشه و ملاحظات خویش را به رئیس شهر ابراز نمودند. در چه من خانش هست هم چندین سال با سیل بیاد هم در ند حول و مدر آتا پشت خانش برابر تریزه بطلاق ما پلاس پردگی پای همون زمین گیتگی ما با برای ما حجان ندادین سرتیفیکات پلاش ما سپردگی نیکی ندادین از همین شما آمدید سال همین بکنه مردم همین جمع شده دو و حسرت چه میکنند در دلش سبق میکنند نیست یکون کسی ها کسی نپرزاد این سلسوی دید خلخواست چون یکون مسئله شاید اینطور میرید اینجا یکون کسی نمی آفید باستگاه یا شهر بگون یا زمله میرش کوبید زمله میرش در زمله میر نیست دختم بسلا علش کردن نیست سلسوی دید خلخواست چون
در نوبت خیش رئیس شهری پنجکید عبدالخالق خالقزاده اظهار داشت که برای برطرف نمودن عاقبت های آفت طبیعی علکی تدبیرهای ضروری اندیشیده شدند و جهت بعضی درخواست و شکایت های ساکنان دیهه‌های زیر شده از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکین تدبیرها عملی خواهند شد. در خاتمه جلسه استاد سیار رئیس شهری پنجکین، رئیس کمیسی حدودی حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدری شهری پنجکین عبدالخالق خالقزاده نقشه وظیفه های ساختارهای دختر را معین و مشخص نمود و همزمان از مسئولین دعوت به عمل آورد که در این فصل بهار که آفتهای طبیعی پیشگویی نشونده می باشد ما باید همگان آماده باشیم. گزارش عباس همراه‌زاده، اسماعیل جان خالوف از جماعت دیهاتی لایق شیرعلی. در اساس سپارش های رئیس شهری پنجکین خالقزاده عبدالخالق جهت برقرار نمودن ضررهای آفت طبیعی چاره های مشخص عملی می کردند. بر اثر بارشات شدتناک سنه 23 اپریل تقریباً ساعت 18:10 دقیقه در دیهه‌های زورون و نوابات جماعت دیهاتی لایق شیرعلی سیل آمد. در نتیجه کوچه‌ها، راه‌ها، زمین‌های کشت، باغزارها، صحن مؤسسه تسلط میانه عمومی دیهه نوابات ضرر دیدند. از آمدن سیل همزمان خانه‌های استقامتی ساکنان دیهه‌های زورون و نوابات حسارات دیدند. برای معین و برطرف کردن عاقبت های این آفت طبیعی کمیسی حدودی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین اوید به حالت های فوق العاده تاسیس داده شد. سردار شعبه کمیته حالت های فوق العاده و مدافع شهروندی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین مطرب شونظروف اطلاع داد که این زمان کمیسی مخصوص جهت معاینه نمودن حجم ضرر سفربر شده است. من مایور شونظر و سردار شعبه حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجدری شهر پنجکین در نتیجه بارشات پی در پی بوران در جماعت دیهات لایق شیرعلی در دیهه های زورون و نوآباد سیل آمد که طبق سپارش سردار مدافع گرجدری شهر گروهی کاری تشکیل کرده شد و اعضای گروه های کاری متخصصان کاربری کرده ایستادند، ضررهای رسیده در این موضع نامبرده را معاین کرده ایستادند و چخیلی که میبینید در اینجا راه بسته شده به راه شهرهای بین پنجکین و عینی که ما با دو عدد تکنیکی اداری راه را برطرف کردیم، کمودی هاش را و شهرها عینی حال فعالیت کرده ایستاده است. عینی حال در یگان خانه استقامتی ضرر نرسیده است و خسارات هم حیات کمیسی کاربری کردند. در فرصت کوتاه‌ترین به معلومات شما میرسانیم خسارات هست. برای برطرف نمودن عاقبت های آفت طبیعی تکنیکای مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اوتوموبیل‌گرد شهر پنجکین و دیگر کارخانه‌ها جدا گردیده، حرکت نقلیات در شهرهای عینی پنجکین پس از دقایق کوتاه به راه مانده شد. گزارش فیروزه عادل‌زاده و اسماعیل جان. در مجلس وسیع ستاد حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدری شهر پنجکین که صبح 25 اپریل تحت رهبری رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق دایر شد، مسائل برقرار نمودن خرابی‌های آفت طبیعی روزهای اخیر و همزمان آماده نمودن واسطه‌های ضروری برای سری وقت پیشگیری و رسانیدن کمک به ضرر دیدگان مورد بررسی قرار گرفت. برای معین کردن ضرر رسانیده شده در نتیجه آمدن سیل در دیهه‌های زورون و نوآباد جماعت دیهاتی لایق شیرعلی در تالار خرد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده جلسه دایر گردید. در جلسه سردار شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدری شهر پنجکین مطرب شونظروف گزارش داد که در نتیجه آمدن سیل پل ماشین‌گرد راه بین‌المللی پنجکین عینی
Бо сабаби аз селоба пур шудани роҳ, ҳаракати ҳама гуна намуди нақлиёт муваққатан имконопазир гашт. Бо супориши раиси комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, соати 18:40 дақиқа роҳи мазкур кушода шуда, рафту омади нақлиёт ба роҳ монда шуд. Инчунин дар асоси супориши раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ, аъзоёни комиссия барои муайян ва бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакент Дӯстбойзода Хисрав, гурӯҳи кори таъсис дода шуда ба мавзеъҳои зарардида сафарбар гардиданд. Аз рӯи маълумотҳои пешакӣ ба 48 гектар заминҳои корами ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ, 22 манзили истиқоматӣ аз ҷумла 15 манзили истиқоматӣ дар деҳаи Заврон ва 7 хонаи истиқоматии бошандагони деҳаи Навобод Лойоба даромадааст. Иттилоъ дода шуд, ки барои тоза ва барқарор намудани 6 километр роҳи автомобилгарди деҳаи Заврон техникаҳо сафарбар гардиданд. Раиси шаҳри Панҷакент масъулинро вазифадор намуд, ки тамоми техникаҳои заруриро ба мавзеъҳои осебдида сафарбар намуда, сойҳои аз қум, лойқа ва селоба пуршударо тоза намоянд. Гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Молҷон Холов. برنامه را ادامه می دهیم. هر سال سنه 25 اپریل روزی عمومی جهانی پیشگیری بیماری ورجه گذرانده می شود. در این باره توجه نمایید به مصاحبه ما با متخصصی ساحه شریپوف احرار. از جانب سازمان تندرستی عمومی جهانی از سال 2008 این جانب 25 اپریل روزی مبارزه با بیماری ورجه اعلان کرده شده است و همه ساله در تمام جهان این روز چون مبارزه روز بیماری ورجه قید کرده می شود و چاره بینی گزارده می شود. بیماری ورجه این بیماری سرایتی بوده با گروه بیماری پرجداری داخل می شود و با طریق نیش زدن خمشکی آنافیلیزکی به نزد خامشکو داخل می شود از آدم بیمار به آدم سالم می گذارد. راه های گزارش این بیماری چخیلی بودیم ترانسمیسیوی با راه نیش زدن با راه تزریقی یعنی گزاراندن خونی بیماری ورجه یا که حاملی آن استفاده بردن سوزندارهایی که با بیماران ورجه استفاده بوده قطران گردن نکردن و ویرتیکلی یعنی از مادر بیمار با کودک در وقت تولد مادر گذشتنش ممکن است. علامت های اساسی این بیماری این حرارت بلندی، لرزش و آب عرق خنک. بیمار که وقتی که حرارت پیدا می شود و با لرزش می دراید بعد از نیم ساعت 45 دقیقه در تگ آب خون می ماند بعد از نیم ساعت دیدید که وای بیمار سالم هیچ یگان چیز ندیده است. راه های پیشگیری این بیماری اساسا ما گفتیم که این بیماری با واسطه مگس ها گذاشته می شود برای همین بسیارتر چاربینی ها روانه کردگی با چاربینی های گیدراتکنیکی یعنی تازه کردن افلاسی ها تازه کردن علف های آبی در کلمک ها در حوض ها در جوی جوی بار ها کانال ها در شال پایه ها برای همین توصیه می کنم که نزدیکی با موضوع های اهالنشین کاریدن کشتیکار شالی قدیان من کرده می شود که مساحت بین میدان شالی با اهالی نباید که از 3-4 کیلومتر نزدیک باشد و در صورتی هر 10 روز باید که آب شالی به ایواز کنند وقتی که ایواز میکنن تخم این مغازی آنوفیلیس میمرد. در این حال وضعیت حالت اپیدمیکی بیماری ورجه در جمهوری تاجیکستان
alal khusus vilayeti Sur ve Şahri Pancakin kanal başlasın. Tahi soli şiş, haş sol inconib dar cumhur ve dar vilayeti Sur bimori varacı mahalli bakal girten naşıda az. Mardum ki his kardan ki hararet balanta az ve behole his kardan istodan مشکل در میکنن حتما باید که با مسئله طبی مراجعت کنن کارمندان طب از این اشخاصان قطره قبض خون را میگیرن و در ترکیب قطره قبض خون در زیر میکروسکوپ هم پلازمودیم یعنی برانگیزنده این بیماری دریافت کرده تشخیص را با روح لابراتوار انجام میکنن و معالجه آغاز میکنن با مردم شرفمندی پنجکین التماس میکنم که با تازگی محیط زیست با تازگی حوله هاشون با تازگی جوی جوی بارها اهمیت کلان دیان و بالای آبها را باید که سرپوش کنن با برای اینکه چه که گفتیم مگسو اساسا آبها با تخم میمانند و در گرد اطراف دسترخان رستانه های بویدار از قبیل رایحان مانند که مگسو در اینجا پیدا نشده. با اقدام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکنت در موضوع حمایه مرز و بومی وطن، وظیفه کنستیتوسیونی و قرض جوانمردی در جماعت دهات یاری ملوقو دایر گردید. گروه کوری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکنت با فعالان سروران مؤسسه تعلیم آموزگاران رئیسان محله ها و دیگر ساکنان جماعت دهاتی یوری ملاقات نموده موضوع حمایت مرز و بوم وطن وظیفه کنستیتوسیونی هر یک جوان مرد را مطرح کردند. در جمع آمد مذکور رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکنت عضو مجلس ملی مجلس اولی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده کارمند مسئولی بخش شهری ریاست کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت سید اعظم علیموف سروری بخش شهری خدمات مهاجرت ابو ریحان عبدالشهیدوف نظیر منطقوی میلیتیا بهزاد شکرزاده نزد حاضرین سخن گفته وضع سیاسی جهان و منطقه را شرح داده توجه آنها را به وظیفه کنستیتوسیونی و قرض جوانمردی بودن خدمت در صف قواهای مسلح مملکت جلب کرده امید و سبب های مشکلات معرکه دعوت جوانان در دهه های حدود جماعت دهات را تحلیل نمودند. در جمع آمدی مذکور مراد شکرزاده عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همزمان رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکنت سخن گفته ابراز داشت که خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان این وظیفه هر یک جوان مرد بوده و نه تنها وطن بلکه پدر و مادر و آیله خیش را حمایه می کند. این همه آبادی و این همه آزادی دیار، این همه گلگل شکوفایی وطنی عزیزمون از آن منشأ می گیرد که چگونه فرزندان ما در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت نموده و ما را حمایه می کنند، گفت مراد شکرزاده. همچنین در جماعت مذکور مسئولیت رئیسان محله ها، سروران مکتب ها، آموزگاران، فعالان و پدر و مادران در آماده نمودن جوانان به خدمت حربی، تربیه آنها در روحی وطن دوستی، مساعدت به معرکه دعوت به صف ارتش مورد بررسی قرار گرفت. فعالی جماعت دهات سابقه دار مهنت محکمه روزی و رئیس خواجگی دهقانی خراسان شهریار عبدالشهیدوف در جمع آمد سخن گفته تشکیل چنین ملاقات و صحبت آشکارا را مفید ارزیابی کرده از حاضرین دعوت نمودند که در سفربر نمودن جوانان به خدمت حربی سهم گذارند. از جانب کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکنت باشد چنین واخوری و ملاقات ها در حدود دیگر جماعت و دهاتی شهر پنجکنت با مرام ادامه دارد. گزارش مرتبه رحمان و وایس مول جان خالوف. تماشاگران عزیز در همین جا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی پیغام. تا برنامه های نوبتی سلامت و سربلند باشید. خیر.